همین زمینه همراه میشیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. جواد، از جزئیات نامه قانونگذاران آمریکایی چه چیز بیشتری میدونیم؟ خب روز چهارشنبه بیش از 60 قانونگذار که از حزب دموکرات هستند و عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده هستند، نامه ای نوشتن به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و از جو بایدن خواستند که برای رهایی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان بر دولت پاکستان فشار بیاورد. در نامه ای که آنها به رئیس جمهور ایالات متحده نوشتند آمده که آنها این نامه را می نویسند تا از جو بایدن بخواهند که از ابزارهای قابل توجه ایالات متحده آمریکا بر دولت پاکستان استفاده کنه تا عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان که خب بیش از یک سال است در زندان عدیاله در راولپینی به سر میبره آزاد بشود. آنها عمران خان را یک زندانی سیاسی خواندند در این نامه و همچنان خب گفتند که آمریکا برای آزادی زندانیان سیاسی دیگه هم که در پاکستان هستند دولت پاکستان را تحت فشار قرار بده. در این نامه نیز آمده که در پاکستان نقض گسترده حقوق بشر صورت میگیره و دولت آمریکا باید برای پایان آن گام برداره. خب این کارزار یک عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده به نام گریگ کازر در واقع مسئولیت این کارزار را به عهده داره. جواد، این نامه در فضای سیاسی امروز پاکستان تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه؟ خب به نظر نمیاد که این نامه تأثیر زیادی بر آزادی عمران خان خواهد گذاشت. عمران خان با ده ها پرونده مواجه هستش و خب از جمله فساد مالی، اخلال در نظم جامعه و نیز حمله به تأسیسات نظامی پاکستان و دادگاه های پاکستان هم پروسه بسیار طولانی دارن برای رسیدگی به این پرونده ها. از طرفی روابط عمران خان در واقع با تصمیم گیرندگان اصلی در پاکستان یعنی نظامیان این کشور هم به شدت تیره هست و در واقع در افتادن او با ارتش پاکستان هم علت اصلی این همه سختگیری هاست که او داره متحملش میشه. خب از طرفی جالب این است که عمران خان وقتی عزل شده بود مستقیما او آمریکا را متهم کرده بود که آمریکا پشت براندازی دولت عمران خان بوده و جالب این است که وزارت خارجه آمریکا چندین بار این اتهامات عمران خان را دروغ محض و گمراه کننده هم در واقع خوانده بود. اما نباید فراموش کرد که در پاکستان حزب جنبش انصاف به رهبری عمران خان همواره سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که حضور چین را در پاکستان محدود می‌کند. سپاسگزارم از تو همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما.